گزارش‌های جدید از ایران نشان می‌دهد که الگوی مصرف مواد مخدر در کشور به طور نگران کننده‌ای تغییر کرده و معتادان به جای تریاک به سمت روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتی روی آوردند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارش‌های اخیر حاکی از تغییر نگران کننده الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. در حالی که تریاک به عنوان یکی از اصلی ترین مواد مخدر در کشور شناخته می شود، اما به دلیل افزایش قیمت و محدودیت های کشت آن در افغانستان، مصرف کنندگان به سمت روانگردان ها و مواد مخدر صنعتی روی آوردند. بر اساس گزارش ایرنا، قیمت تریاک در سال گذشته دو برابر شده و به حدود 180 تا 200 میلیون تومان برای هر کیلو رسیده است. این افزایش قیمت بازار مواد مخدر صنعتی و روانگردانهایی که معمولاً ارزان‌تر هستند را رونق داده است. کارشناسان بر این باورند که استفاده از این مواد به دلیل ناخالصی‌های بالا و عوارض کشنده خطرات بیشتری برای مصرف کنندگان به همراه دارد. دکتر سعید صفاتیان، کارشناس مبارزه با اعتیاد، هشدار داده که در صورت بی‌توجهی به گسترش مصرف روانگردان‌ها ممکن است با فاجعه‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی مواجه شویم. همچنین آمارها نشان می‌دهند که سن اعتیاد در ایران به 24 سال رسیده و شیوع مصرف مواد مخدر در میان جوانان به 7.4% رسیده است. این تغییر الگو به ویژه در میان جوانان و قشر کارگر نشانه ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران است. با توجه به این شرایط، توجه جدی به مسئله اعتیاد و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از آن ضروری است. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، با توجه به تغییر نگران کننده الگوی مصرف مواد مخدر در ایران، به ویژه روی آوردن معتادان به روانگردان‌ها به جای تریاک، چه اقداماتی برای مقابله با این بحران و پیشگیری از عوارض آن در میان جوانان و قشر کارگر پیشنهاد می‌کنید؟ درود و ادب و احترام. من خودم قائل به تئوری توهم توطئه نیستم، اما زمانی که طالبان بر مسند قدرت در افغانستان نشست، اعلام کردن که کشت خشخاش رو قدغن بکنن. اما الان تو این دو سه سالی که طالبان در قدرت هستن، قاچاقچیان مواد مخدر روزانه تریاک رو بیزینس میکنن به داخل کشورمون، و من احساس میکنم یه سیاست مخربی پشت این کارشون بود، چرا که میدونستن قاعدتاً با توجه به افزایش وحشتناک قیمت، جوانای داخل مملکتمون تغییر شیفت میدن. کسی که اعتیاد، بیماری اعتیاد مواد مخدر داره، وقتی که نتونه یک ماده مثلا مصرفی تریاک رو فراهم کنه، قاعدتاً میره سراغ مواد روانگردان که آمفتامین ها کلاً توهمزا هستن. یعنی من پیشبینیم اینه، یعنی تحلیلم اینه که کاملا جریان طالبان آگاهانه همچین کاری رو کردن، میدونستن که چه اتفاقات وحشتناکی در داخل کشور میفته. این به کنار، اینکه چه راهکاری رو ما باید ارائه بدیم، ببینید صادقانه باید بگیم که سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با مواد مخدر تا به امروز در جمهوری اسلامی شکست خورده. پس اگر بخوایم یه راهکار موثق و مطمئن بدیم، باید ارتباط انجیوهای مردمی مثل گروه NA، مثل کنگره شصتی که به درمان بیماران معتاد به مواد مخدر در داخل کشور رو میپردازن، اگر اینا ارتباطشون رو با آموزش پرورش نزدیک کنن و اون آگاهی رو به دانش آموزا بدن، قاعدتا در فضای مهار و
پیشگیری حرکت میکنن. ما باید بپذیریم سیاست‌های دولت شکست خورده و اگر دست دولت رو در از این انجیوهای مردمی کوتاه کنیم، فکر میکنم که یک مقدار فضا بتونه از این بحران خارج بشه و امیدواری به جامعه ما برگرده. ما تعارف نداریم، بحران بسیار وحشتناکی داره پیش میاد، انواع اقسام موادهای روانگردان بین جوانهای مملکت ما ریشه دونده دارن مصرف میکنن، اکثرشون هم آگاهی ندارن و این اتفاقات خطرناکتری رو در آینده شاید خواهیم بود. ممنونم از شما، امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.